عدد می باشه که اونا را چطور میتونیم ما دریافت کنیم. اول گفتیم ما شما توسط تجزیه عددی که بر ما شما داده میشه تجزیه میسازیم، باز از سه جزء ضربی مساوی یک تاش عبارت جذر مکعبش می باشه. از در قسمت عدد بر ما شما داده شده جذر مکعب عددی 216، این مرتبیش چند است؟ مرتبیش 3 است. ما نظر به مرتبیش سوال حل می سازیم. پس اگر هر جذری که مرتبه نداشت مرتبیش 2 است. پس جذر 2 را جذر مربع می خونه و 3 را همچنان جذر مکعب. عدد که به نمای 4 باشه به مرتبه 4 باشه 5 باشه با جذر 4 هم جذر 5 هم و غیره به اون شکل ادامه می ده. پس ما شما جذر مکعب عدد 216 رو دریافت میکنیم. قابلیت های تقسیم خواندیم، تجزیه را همچنان میفهمیم و تجزیه میسازیم سواله. پس این عدد به دو پوره قابل تقسیم است. در قسمت یک دو میشه، یک بالای دو نمیرسه، درست است؟ ما شما چون وقتی عدد دومه میگیریم یک صفر در قسمت میمانیم، 8 ما 16 میشه. پس 108 یعنی 216 تقسیم دو مساوی است با 108. حالا 108 باز به دو پوره قابل تقسیم است. به دو بگیریم 5 دو 10 میشه 4 دو 8. باز به دو پوره قابل تقسیم است. داریم در قسمت 2 دو 4 میشه یکش میمونه 14 7 دو 14. 27 رقم یک هایش تاق می باشه، یعنی به عدد دو پوره قابل تقسیم نیست. از دو میگذاریم ما شما و 3 میگیریم. آفرین، به عدد چند؟ به عدد 3 میگیریم. بسه چون مجموع ارقامش مساوی به چند میشه؟ مجموع ارقامش جمع افت مساوی به 9 میشه. پس 9 بالای 3 چی هست؟ پوره قابل تقسیم پوره قابل تقسیم است. آفرین. پس ما داریم که 27 تقسیم 9 باز 9 تقسیم 3 همچنان مساوی به 3، 3 تقسیم 3 1. ما گفتیم از 3 جزء ضربی مساوی 1. استاد صداتون صحیح نمی آید. از سه جزء ضربی مساوی یک تاش انتخاب میکنیم. در قسمت از این سه تا دو ها یک تا دویش انتخاب میکنیم، از این سه تا سه ها همچنان یک سیشه. حاصل ضربی از اینا عبارت از جذر مکعب عدد 216 که داریم. در قسمت داشته میکنیم دو ضرب سه، دو ضرب سه مساوی است با 60، 6 و 6 که جذر مکعب عدد چند میباشد؟ 216. 16. یعنی 6 3 دفعه در خودش ضرب شد و حاصل ضربش مساوی است با 216. خب درست شد قسمت شاگردان؟ بله استاد. خب بسیار خوب، میایم در این قسمت سوال بعدی را همچنان کار میکنیم. یک ازار با شما کار کردین، سوال های بعدی که در این قسمت هست داریم. جذر مکعب عدد 27 و همچنان جذر مکعب عدد 125. میره استاد ما کار کنیم؟ یک تاش خیلی کار میکنم. خب خیش درست است شاگردان، این قسمت شما کار کنیم، درست است؟ درست است. کدام میشم؟ جذر مکعب عدد 27 تا کار کنیم، بعد از اون من 125 رو بازم براتون کار میکنم، درست است؟ در قسمت شاگردان تشریش اگر بسازیم، ما و شما دریافت جذر سوم عددی توسط تجزیه با همین شکل میشه. ما و شما قبلا هم گفتیم ما و شما عدد وقت تجزیه میسازیم با اجزای مساوی اولی ضربیش ما او را تجزیه میسازیم، بعد از اولی او را چی میکنیم؟ تجزیه میسازیم. بعد از او از سه جزء ضربی از اینا یکیش عبارت جذر مکعب عدد میباشه. مثلا اگر جذر مکعب عدد 8 ما دریافت کنیم، 8 تجزیه بسازیم، با دو 4 با دو باز 4 دو دوی ما 4 میشه، دو با دو تجزیه 1. پس از این سه جزء ضربیش یکیش عبارت از چی میباشه؟ جذر مکعبش میباشه. مثلا جذر مکعب عدد 125، جذر مکعب 27000. ببینید هر کدامشان عددهایی که بر شما داده میشه، شما میتونید توسط تجزیه جذر سومی اعداد دریافت کنید. در این رابطه سوالات شکی بود، ما سوالات هم کار کردیم. بازم هر مشکلی که بود، هر سوالی که بود، شما صفحه 63 کتابتان
یک بار مرور کنین. درست است؟ سوالاتش، فعالیتایش و همچنان کارهای خانگیشانه اونا رو یک بار خودتون پیش خودتون کار کنین تا مشکلاتی که دارین کمی که هست و هم رفع شه و سوالات خوبتر حل کرده بودن و طریقه هم خوبتر یاد بگیرین. درست است؟ استاد صاحب همی سوال بیست هفت هزار مثلا اوستا همه قسم میشه همتونه اوستاد سه تا دو هسته سه تا دو اینا رو زر میزنیم کلشان امرو یکی دیگه شان نه نه اینجا وقتی ما تجزیه میسازیم درست از گفتیم از سه جزی ضربی مساوی مثلا از سه دو تا دو ها یک تاش هم میگیریم از این سه تا سه ها همچنان یک تاش انتخاب میکنیم از این سه پنج ها همچنان یک تاش انتخاب میکنیم بعدا اینا رو چی میکنیم با هم ضرب میزنیم دو ضرب سه ضرب پنج درست است دو سه ما شش شش پنج ما مساوی با سی بعدا حاصل ضرب میشه در یافت درست است حاصل ضربش عبارت است جذر سیوم اعداد میباشه از هر سه جز مساوی یکیش عبارت از جذر سیوم اگر تعداد اعداد زیاد بود مثلا به می شکل اعداد باشه دو سه پنج یا اعداد های دیگه باشه باز ما اونا رو با هم ضرب زده حاصل ضربش عبارت از چی است جذر سیوم میشه که این قسمت ذکر شده باشه درست شد سوالی هست شاگردان نخیر بسیار خوب خیمه ایم شاگرده در قسمت بخشی کاری خانگی تان کارای خانگی شما تمرینی که هست اینا رو شما شو میکنین حل میسازین جذر مکعب اعدادی که برتان داده میشه توسط تجزیه شما جذر مکعبش رو دریافت میکنین درست است این قسمت اگه اسکرین شات بگیرین عکس بگیرین بعد از در خانه کار کنین و همچنان صفحه شخصی کتابتان رو بخونیم درست است؟ درست است درست است استاد سوال پنجم چه قسمه از هیچ نفهمیدم سوال چندم؟ پنجم در قسمت قانون طاقت ها درست است؟ بله قانون طاقت ها ده به نمای شش میشه ده به نمای شش بعدا ایر اگر ما داخل جذر چی کنیم جذر سیومش ده به نمای سی میشه جواب میشه فهمیدم خب بله سوالی نیست شاگردان؟ نه خیر درست است. امتحان خوب و خوش برتان میخواهیم. موفق باشین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا حافظتان. خدا حافظ استاد. خدا.